به نام خدا. در این ویدیو آموزشی می‌پردازیم به یک مبحث مهم مربوط به شیمی پایه 12 فصل دوم، سلول‌های گالوانی. خب همونطور که در ابتدای فصل دوم مطرح شده، واکنش‌های اکسایش و کاهش بر اساس نقل و انتقال الکترون هستند. یعنی یک گونه الکترون از دست میده، اکسایش پیدا میکنه، یک گونه دیگه این الکترون رو دریافت پیدا میکنه و کاهش پیدا میکنه. خب گونه‌ای که الکترون از دست داده، اکسایش پیدا کرده، در محیط نقش کاهنده رو داره و گونه‌ای که خودش الکترون دریافت کرده، کاهش پیدا کرده یا اصطلاحاً میگیم احیا شده، نقش یک اکسنده رو در محیط بازی میکنه. اما در اینجا ما میپردازیم به این که از یک واکنش اکسایش و کاهش که به طور خود به خودی رخ میده چه استفاده ای میتونیم بکنیم، چه بهره ای میتونیم ببریم. مثالی که کتاب در فصل دوم مطرح کرده سلول گالوانی هستش. سلول گالوانی مولد جریان الکتریکی هستش. یعنی ما از یک واکنش اکسایش و کاهش که به طور خود به خودی داره انجام میشه، یه بهره مثبتی میخوایم ببریم و اون گرفتن جریان برق هستش با استفاده از سلول گالوانی. خب بریم با اجزای سلول گالوانی آشنا بشیم. اولین مفهومی که شما باید بلد باشید نیم سلول هستش. نیم سلول به این معناست که همونطور که در شکل دارید مشاهده می‌کنید، ما تیغه از یک فلز رو در داخل محلول الکترولیت همون فلز قرار بدیم. همونطور که در فصل اول سال 12 بحث کردیم، الکترولیت ها در واقع محلول هایی هستند که حاوی یون هستند. پس الکترولیت یعنی محلول هایی که حاوی یون هستند، که دستبندی کردیم محلول هایی داریم که الکترولیت های قوی هستند مثل اسید ها و باز های قوی، الکترولیت های ضعیف مثل اسید ها و باز های ضعیف و کلا غیر الکترولیت ها. پس در اینجا در سلول گالوانی اولین مفهومی که شما باید باهاش آشنا بشید نیم سلول هستش. ما در این شکل داریم دو نیم سلول رو مشاهده می‌کنیم. تیغه فلزی ZN رو قرار دادیم در داخل محلول الکترولیت روی نیترات. و در این سمت هم همونطور که مشاهده می‌کنید تیغه مسی رو قرار دادیم در داخل محلول مسدو نیترات. خب همینطور که دارید مشاهده می‌کنید ما این دو نیم سلول رو به هم وصل کردیم. حالا می‌خوایم با مکانیسم کار این سلول گالوانی آشنا بشیم. این رو باید اول بدونیم که در سلول گالوانی ما یک قطب منفی داریم آنود و قطب مثبت داریم کاتود. برای یادگیری خیلی خوب این مبحث سلول گالوانی چند تا جمله کلیدی رو من میگم، شما باید به ذهنتون بسپارید، هم برای امتحان تشریحی و هم برای امتحان تستی به شما کمک میکنه. در یک واکنش اکسایش و کاهش، پس یک جسم اکسایش پیدا میکنه، یک جسم کاهش. ما در این سلول گالوانی هم دقیقاً با همین مسئله مواجه هستیم. در یک نیم سلول اکسایش رخ میده، در یک نیم سلول کاهش. یادتون باشه همیشه آنود محل اکسایش، کاتود محل کاهش. بعد از اینکه با مفهوم نیم سلول آشنا شدیم، نکته بعدی اینه که ما تشخیص بدیم کدوم نیم سلول میشه آنود، کدوم نیم سلول میشه کاتود. دقت بفرمایید، تعیین این که کدوم نیم سلول رو ما آنود فرض بکنیم قرار بدیم و کدوم رو کاتود، با استفاده از جدول پتانسیل کاهشی استانداردی هستش که در کتاب شما قسمت کوچیکی از این جدول سری الکتروشیمیایی در کتابتون اومده. همیشه یادتون باشه گونه‌ای که در جدول
پایین تر هستش، قدرت فلزی یا اصطلاحاً قدرت کاهندگیش بیشتره. گونه‌ای که در جدول بالاتر قدرت اکسندگیش بیشتره الان بین روی و مس. روی در جدول پایین تر قرار داره، همونطور که مشاهده می کنید ای صفرش هم منفی تره. برای سی یو ای صفر بالای جدول و مثبت تر هستش. پس گونه‌ای که پایین تر هست میشه آنود، گونه‌ای که بالاتر هست میشه کاتود شما. برمیگردیم به تصویر. آنود محل اکسایش، یعنی ZN نسبت به CU به دلیل اینکه ای صفر منفی تری داره و در پایین تر در جدول قرار داره، میل بیشتری داره به اینکه اکسایش پیدا بکنه، پس میره در قطب آنود قرار میگیره، قطب منفی، و CU در قطب مثبت قرار میگیره که میشه کاتود. در سلول گالوانی ما قطب منفی رو آنود در نظر میگیریم، چون در قطب منفی یا آنود ما الکترون تولید میشه. طبق این نیم واکنشی که شما دارید اینجا مشاهده میکنید، Zn جامد تبدیل میشه به Zn دوباره مثبت Aq و علاوه دوتا الکترون. این نیم واکنش آنودی هست. پس تکرار میکنم، آنود محل اکسایش و اما در کاتود محل کاهش هستش. سی یو دوباره مثبت به علاوه دو تا الکترون میدهد سی یو. و نیم واکنش ها رو که با هم جمع بزنیم میرسیم به واکنش کلی که دارید مشاهده میکنید. پس این یک واکنش اکسایش کاهش، یا اصطلاحا هم میگیم ردوکس. یک گونه الکترون از دست داده که اینجا زد ان هستش که قطب منفی ما آنود قرار میگیره. گونه سی یو دوباره مثبت ما با دو تا الکترون شده سی یو. پس آنود محل اکسایش که میشه زد ان، کاتود محل کاهش که میشه سی یو. زد ان قطب منفی، سی یو قطب مثبت. آنود محل اکسایش، کاتود محل کاهش. در سلول گالوانی آنود قطب منفی و کاتود قطب مثبت هستش. و اما چه اتفاقی میفته؟ سلول گالوانی مولد جریان الکتریکی هستش. به چه صورت؟ در آنود نیم واکنش آنودی که رخ میده الکترون تولید میشه. به همین دلیل هم هستش که اصلا این قطب قطب منفی میشه. اگر ما بیایم این دوتا نیم سلول رو با استفاده از یک مدار خارجی به هم وصل بکنیم، الکترون ها در این مدار بیرونی، یعنی الکترون هایی که در قطب منفی ما آنود تولید شدن، در مدار بیرونی از آنود به سمت کاتود حرکت می کنن. در نتیجه لامپ روشن میشه. این میشه مکانیسم کار سلول گالوانی. اما همونطور که در این شکل مشاهده می کنید، ما اینجا یه پل نمکی که در کتاب جدید به عنوان دیواره متخلخل یاد شده. خب با توجه به نیم واکنش ها، در نیم واکنش آنودی به مرور زمان Zn جامد داره تبدیل میشه به Zn دوباره مثبت Aq Aqs، یعنی در آنود تعداد کاتیون های ما نسبت به آنیون ها دارن زیاد میشن. و اما بیایم در کاتود بررسی بکنیم، در کاتود چه اتفاقی داره میفته؟ در کاتود سی یو دوباره مثبت AQS داره تبدیل میشه به سی یو جامد، یعنی روی اون الکترود مس رسوب مس تشکیل میشه. اصطلاحاً ما برای اینکه بچه ها برای دانش آموزان در امتحان نهایی و کنکور حضور ذهن داشته باشن، همیشه این رو به صورت یک جمله کلیدی آموزش میدیم. میگیم آنود آب میشود، کاتود کپل میشود. چرا؟ بر جرم تیغه مس داره اضافه میشه، پس کاتود داره کپل میشه. به این معنا که الان سی یو دوباره مثبت AQS داره تبدیل میشه به سی یو جامد، پس داره نشست میکنه، اون مس جامد داره روی تیغه نشست میکنه.
نقش این دیواره‌ای که این وسط هست یا پل نمکی، یا در کتاب شما که دیواره متخلخل ازش یاد شده، این هستش که در کاتود به مرور زمان وقتی که سی یو دوباره مثبت داره تبدیل میشه به سی یو جامد، غلظت آنیون های ما نسبت به کاتیون های ما زیاد میشن. برای اینکه این جریان الکتریکی در سلول گالوانی برقرار باشه و سلول گالوانی به کار خودش ادامه بده، باید هر دو سمت این سلول گالوانی، آنود و کاتود، از نظر الکتریکی خنسا باشن. پس در نتیجه از دیواره متخلخل آنیون ها میرن سمت آنود، کاتیون ها میرن سمت کاتود. آنیون ها به سمت آنود، کاتیون ها به سمت کاتود. جهت جریان الکترون در مدار بیرونی از قطب منفی آنود به سمت قطب مثبت کاتود هستش، چون آنود محل اکسایش و الکترون تولید میشه. پس جهت جریان الکترون در مدار بیرونی از سمت آنود به سمت کاتود هست. اگر از شما سوال شد جهت حرکت یون ها در دیواره متخلخل به چه صورته، کاتیون ها به سمت کاتود، آنیون ها به سمت آنود. اگر از شما سوال شد جرم تیغه ها چه تغییری میکنه در این روند، میگیم در آنود جرم تیغه کاهش پیدا میکنه. اصطلاحا میگیم آنود آب میشود. چرا؟ طبق نیم واکنش آنودی ZN جامعه تبدیل شده به ZN AQ. همونطور که میبینید، ببینید آنود، جرم تیغه آنود ما که در این مثال روی هست، کاهش پیدا کرده. و از این ور کاتود ما بر سطح کاتود مس جامد رسوب کرده، که اصطلاحا برای اینکه دانش آموزا حضور ذهن داشته باشن، ما اصطلاحا میگیم آنود آب میشود، کاتود کپل میشود، یعنی بر جرم تیغه کاتودی ما